سعید منتظر المهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران میگوید بیش از 225 هزار نفر به دلیل عدم رعایت حجاب به مراجع قضایی معرفی شدند. این مقام پلیس ایران اشاره نکرد که این تعداد برخورد پلیس در چه مدت زمانی رخ داده. به گفته او اغلب این افراد تنها تعهد دادند، اما برای حدود 20 هزار نفر پرونده قضایی تشکیل شده. معاون اجتماعی پلیس ایران همچنین رقم کسانی که در خیابان تذکر دریافت کرده‌اند را به مراتب بالاتر اعلام کرده و گفته پلیس به بیش از 2 میلیون نفر به خاطر حجاب شفاهی تذکر داده. پلیس ایران سالهاست به خاطر آنچه کم حجابی می‌نامد با زنان و حتی مردان برخورد می‌کند. ساعتی پیش با نیوشا صارمی روزنامه‌نگار مقیم ترکیه در این باره صحبت کردیم. خانم صارمی می‌گوید به رغم هزینه‌های میلیاردی حکومت در مقوله حجاب موفق نبوده. به طور مشخص هیچ وقت جزئیات بودجه طرح ارتقای امنیت اجتماعی اعلام نشده، اما طبق اونچه یکی از معاونان فرماندهی ناجا در سال 87 اعلام کرده بود، بودجه اون سال ناجا در زمینه امنیت اجتماعی 103 میلیارد تومان بوده. از طرفی شدت و گستردگی اقدامات پلیس در حوزه حجاب اگرچه کم و زیاد شده، اما در مجموع میشه گفت که بخش زیادی از توان این نیرو رو به خودش اختصاص داده. اما خب در نهایت میبینیم که امروز وضع حجاب نه مصلوب حاکمیت و نه مصلوب زنان ایرانی. مقاومت پنهان زنان در مقابل الگوی حاکمیتی حجاب در سالهای اخیر باعث شده عملا نیروی انتظامی حتی با بگیر و به بعد نتونه تأثیری روی وضعیت پوشش داشته باشه و شاهد این هستیم که برخی نمایندگان مجلس و مقامات مذهبی با نوعی عدم امیدواری و یأس خواستار این هستن که حالا که نمیتونیم در خیابونها کنترل و نظارت بیشتری داشته باشیم، لااقل در اماکنی مثل دانشگاه‌ها، ادارات و اماکنی که به هر حال سر و کار مردم بیشتر میفته و اونجا به نوعی میشه گفت کار دارن، کارهای اداری دارن، شدت عمل نشون داده بشه. البته ناگفته نمونه که تو این جدال زنان ایرانی صدمات بسیاری دیدن و میبینن کماکان، یعنی اگر به حجاب اجباری تن ندن از حقوق مسلم شهروندی خودشون محروم میشن.